بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. پایان درگیری خونین میان طالبان و مرزبانان ایرانی. آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. پیشرفته چشمگیر پروژه ساخت جاده زمینی حج از استان نجف تا عربستان. و آموزش حفظ قرآن در روستایی در جنوب اسپانیا. سلام و درود بی پایان به شما بینندگان عزیز. از تلویزیون فارسی شبکه امام حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا در خدمت شما هستیم با یک بخش خبری دیگر. من محمد محمدی هستم. درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و مرزبانان ایرانی در مرز دو کشور با کشته شدن حداقل 4 تن و زخمی شدن بیش از 10 تن دیگر خاتمه یافت. برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در این درگیری دو نیروی مرزی این کشور بر اثر تیراندازی گروه طالبان جان باختند. گفته می‌شود دو جنگجوی طالبان نیز در این نبرد کشته شدند. علت وقوع این درگیری که روز گذشته 6 ساعت به طول انجامید هنوز مشخص نشده، اما مقامات ایرانی از آغاز گفتگو برای روشن شدن موضوع خبر دادند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. گفته شده این درگیری خسارات هنگفت مالی نیز برای دو طرف به بار آورده است. این درگیری مسلحانه در حالی رخ می‌دهد که از چندی به این سو تنش‌های لفظی میان مقامات ایران و سران گروه طالبان بر سر حقابه ایران از رود هیرمند بالا گرفته است. دو طرف با اظهارات هشدارآمیز علیه همدیگر رجزخوانی سیاسی کردند. با این حال برخی آگاهان می‌گویند از آنجایی که حکومت ایران با مشکلات داخلی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و گروه طالبان نیز با بحران مشروعیت داخلی و بین‌المللی روبروست، دو طرف با ایجاد تنش‌های مرزی به دنبال انحراف افکار عمومی و استفاده سیاسی هستند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه امروز یک شنبه هفتم خرداد در سراسر این کشور برگزار شده است. مسئولین شورای عالی انتخابات ترکیه گفتند رأی‌گیری از ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 5 بعد از ظهر خاتمه می‌یابد. حدود 3 میلیون شهروند واجد شرایط رأی‌دهی ترکیه که مقیم کشورهای خارجی‌اند در طول هفته گذشته رأی دادند. بر اساس قوانین ترکیه، رسانه‌های این کشور تا پیش از ساعت 6 بعد از ظهر اجازه هیچ گونه گزارش دادن درباره انتخابات را ندارند. از ساعت 6 تا 9 شب تمام رادیوها و تلویزیونها تنها اجازه پخش اخبار مربوط به انتخابات و اعلامیه‌های شورای عالی انتخاباتی را خواهند داشت. رجب طیب اردوغان و قلیچدارأوغلو دو نامزد پیشتاز دور نخست تا آخرین ساعت مبارزه انتخاباتی با تاختن بر همدیگر تلاش کردند آرای بیشتر به خود جلب کنند. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که همزمان با انتخابات پارلمانی این کشور به تاریخ 14 می برگزار شد، هیچ یک از نامزدان کرسی ریاست جمهوری نتوانستند آرای لازم را به دست آورند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از جهت‌هایی برای منطقه و جهان حائز اهمیت خوانده شده است. پروژه ساخت جاده زمینی حج از استان نجف اشرف تا عربستان تا پایان سال 2023 به پایان خواهد رسید. این جاده زمینی حج علاوه بر تسهیل انتقال حجاج و عمره‌گذاران عراقی به عربستان، امکان حج زمینی برای حجاج ایرانی و پاکستانی و نیز دیگر کشورهای همسایه را فراهم خواهد کرد.
در همین راستا وزارت مسکن و راه عراق از پیشرفت روند اجرای پروژه جاده زمینی حج از استان نجف به عربستان سعودی خبر داد. بر اساس این گزارش، پروژه جاده زمینی حج در استان نجف اشرف که کوتاه‌ترین راه منتهی به عربستان است، پیشرفت 72% داشته است. وزارت مسکن و راه عراق تأکید کرد که 72% از فاز نخست پروژه و 35% از فاز دوم با ساخت 60 پل انجام شده و هر دو فاز تا پایان سال 2023 پایان خواهد رسید. در همین راستا لوی علیاسری استاندار شهر نجف اشرف در سال 1399 شمسی از آغاز طرح راه اندازی دوباره جاده ارتباطی بین این استان با عربستان خبر داده بود. وی اعلام کرده بود که این پروژه شامل آسفالت مسیر 239 کیلومتری همراه با ایجاد گذرگاه‌های مرزی از طریق استان نجف اشرف است. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. پایان درگیری خونین میان طالبان و مرزبانان ایرانی. آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. پیشرفت چشمگیر پروژه ساخت جاده زمینی حج از استان نجف تا عربستان. و در ادامه، سقوط بهمن در پاکستان جان 11 تن را گرفت. در دهکده‌ای در جنوب اسپانیا، علاوه بر فعالیت در جهت حفظ قرآن کریم، تیراندازی و سوارکاری هم به افراد آموزش داده می شود. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صحنه‌هایی را نشان می‌دهد که مربوط به روستایی به نام الکوسر در استان گرانادا واقع در اندلس جنوب اسپانیا است. روستای الکوسر ساکنانی مسلمان و اسپانیایی الاصل دارد که حفظ قرآن کریم را طبق روش آموزش باستانی مراکشی می‌آموزند. همچنین مسلمانان روستا سوارکاری و تیراندازی با کمان را فرا می‌گیرند و سنت‌های اسلامی را حفظ می‌کنند. روستای الکوسر در جنوب اسپانیا محل سکونت مسلمانان اسپانیایی الاصل است که سالها پیش تصمیم گرفتند یک مزرعه بزرگ را خریداری کرده و به همراه خانواده خود به آنجا نقل مکان کنند. همچنین مردم روستا مدرسه و مسجدی ساختند که در آن حفظ قرآن کریم آموزش داده می شود. همچنان که اسب سواری و تیراندازی آموزش داده شده و افراد با لباسهای اسلامی به تن می کنند. جمعیت روستای الکوسر بیش از 490 نفر است که اکثر آنها اهل شهر گرانادا هستند و دارای مدارک تحصیلی عالی هستند، اما شغل و همه چیز را رها کرده تا فرزندانشان در یک محیط اسلامی زندگی کنند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روزنامه گاردین گزارش داد که تحقیقات نشان می دهد ستاره ها ممکن است ظرف 20 سال آینده بر اثر آلودگی نوری شدید در شهرهای بزرگ قابل مشاهده نباشند. دانشمندان دریافتند که افزایش استفاده از دیودهای ساطع کننده نور LED و سایر اشکال نورپردازی آسمان شب را با سرعت چشمگیری روشن می کند. استفاده بی‌رویه از روشنایی خارجی، روشنایی خیابانها، تابلوهای تبلیغاتی و مکانهای ورزشی نورانی اکنون در حال از بین بردن دید ما نسبت به ستاره هاست. یک روز پس از تظاهرات مسلمانان در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی، منابع گفتند که در پی سرکوب معترضین از سوی پلیس 2 غیرنظامی جان باخته و 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گفته شده بیش از 100 معترض دیگر نیز از سوی پلیس بازداشت شدند. این تظاهرات روز جمعه 5 خرداد بعد از نماز جمعه توسط جامعه مسلمانان این شهر
علیه تخریب مساجد در شهر تازه تأسیس شیگار که قبلاً به عنوان منطقه ویژه ارومیه شناخته می شد آغاز شد. معترضان خواستار توقف تخریب مساجد در این شهر شدند. بر اساس اعلامیه شورای عالی امور اسلامی منطقه ارومیه، 19 مسجد تنها در شهر شیگار به طور غیرقانونی تخریب شدند. یکی از دانشگاه‌های برتر هند طرحی را برای حذف فصلی درباره محمد اقبال لاهوری، شاعر ملی پاکستان، از یکی از دروس دوره کارشناسی علوم سیاسی این دانشگاه تصویب کرده است. محمد اقبال لاهوری در سال 1938 درگذشت و بیشتر به خاطر شعری شناخته می شود که به سرود مخالفت با حکومت بریتانیا در هند تبدیل شد. شورای علمی دانشگاه دهلی گفته که این شاعر دیگر در کنار مهاتما گاندی و ویوکاناندا در زمینه اندیشه سیاسی مدرن هند تدریس نخواهد شد. مسئولان دانشگاه گفتند که این طرح اکنون برای تصمیم گیری نهایی به شورای اجرایی ارائه خواهد شد. کمیته نیکوکاری مسجد و حسینی آلیاسین از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزلو در شهر سیدنی کشور استرالیا در چارچوب فعالیت‌های نیکوکارانه خود اقدام به ذبح 7 رأس گوسفند کرد. این اقدام به مناسبت ماه ذی‌القعده و ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف انجام شد. گوشت حاصل از این اقدام خیریه در میان خانواده های شیعه نیازمند و یتیم در منطقه سید زینب سلام الله علیها در حومه شهر دمشق پایتخت کشور سوریه توزیع شد. مقام های پاکستانی می گویند که در پی سقوط بهمن در شمال این کشور دست کم 11 تن جان باختند و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. این رویداد روز شنبه ششم خرداد در منطقه کوهستانی گیلیکیت پاکستان نزدیک به مرز چین رخ داده است. زیارت علی یکی از افسران ارشد پلیس پاکستان به رسانه ها گفته است که 4 زن و 1 پسر 4 ساله در میان جان باختگان هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از وقوع این حادثه در بیانیه ای گفت این گونه حوادث در پاکستان به دلیل تأثیر تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است. او از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت خود برای نجات کشورهای در حال توسعه که از اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند عمل کند. پاکستان در سالهای اخیر با باران‌های موسمی و ذوب یخچال‌های طبیعی در کوه‌های شمالی این کشور روبرو بوده است. همچنان در میان 10 کشور در معرض خطر بلایای طبیعی به دلیل افزایش دما قرار دارد. مروری دوباره به سرخط خبرها. پایان درگیری خونین میان طالبان و مرزبانان ایرانی. آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. پیشرفت چشمگیر پروژه ساخت جاده زمینی حج از استان نجف تا عربستان. آموزش حفظ قرآن در روستایی در جنوب اسپانیا. و سقوط بهمن در پاکستان جان 11 تن را گرفت. تازه ترین خبرها را میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید رخدادهای شهری کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبار شیعه ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولی یک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.